گزارش پایگاه خبری انتخاب، دلار در روز سه‌شنبه وارد کانال 38000 تومانی شده و هر سکه نیز 18 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش شده است. هرچند در صرافی ها نرخ قدری از این پایین تر است، اما خرید و فروشی در کار نیست. روزنامه دنیای اقتصاد شاخص بازدهی سکه طلا را در 21 روز نخست آذر ماه بیش از 12% گزارش کرده و می نویسد این رشد سریع خریداران را به ورود به بازار ارز متمایل کرده است. اقتصاددانان جایگزینی نفت ایران با نفت روسیه در بازارهای جهان، توقف مذاکرات برجام، کسری شدید بودجه دولت رئیسی، افت صادرات پتروشیمی به دلیل قطعی گاز در این صنعت و افزایش تقاضا برای خرید ارز را از عوامل بالا رفتن قیمت دلار در بازار ایران قلمداد می کنند. دنیای اقتصاد می نویسد با چشمانداز تورم بیشتر در جامعه، مردم با هدف در امان نگاه داشتن ارزش دارایی های خود به سرمایه گذاری در بازار ارز و سکه روی آوردند. سیر سعودی قیمت ارز در دولت رئیسی انتقاد مخالفان داخلی او را در پی داشته، تا آنجا که عبدالناصر همتی رقیب رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری در توییت روز سه‌شنبه خود به دولت خسته نباشید گفته و افزوده است طی کمتر از 3 ماه قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی بیش از 20% کاهش یافته است. خبرگزاری نیمه دولتی ایلنا نیز به سخنان اخیر ابراهیم رئیسی پرداخته که گفته بود به من گفتند در ربات کریم یک نفر بیکار هم وجود ندارد، در پاکدش هم همینطور. ایلنا می افزاید این دست اظهار نظرها تازگی ندارد.